یارانه کاهش طلاقم اومد. بله به جان خودم تو قوچان. رئیس بهزیستی شد به 228 نفر یارانه کاهش طلاق داد و بهشون گفت من میدونم دلیل اصلی این که میخواید از هم جدا بشید مشکلات اقتصادیه، اونو من واسطون حل میکنم دیگه و بهتون یارانه کاهش طلاق میدم و به 228 نفر سرجم 104 میلیون یارانه داد، یعنی میفته نفر 300 خورده. یعنی خداوکیلی خاک تو سر مشکلی که با 300 خورده آدم از طلاقش منصرف بشه. این با 300 خورده خدا بگیرید از طلاق منصرف شدید، نه پولو بگیرید بعد طلاق بگیرید، مال قوچای یقتون رو میگیره بعد این پولو دا که طلاق نگیرید. اون رئیس بیزیسشون میاد یقتون رو میگیره پولتون پس میگیره. پرستارها و کادر درمان تو شیراز اعتراض کردن به خاطر حقوق و مزایاشون. بله این دولت 13 من قبل بهشون قول داد که افزایش میده حقوق مزایا، ولی ندادن مثل که و اینا شاکی شدن دیگه، کاسه صبرشون سر رسید. بابا حق و حقوقشون رو بدی به جان خودم. یعنی این پرستار و کادر درمان تو کشور ما واقعا کم میگیرن از حقوق، یعنی نسبت به کشور همسایه خیلی ناچیز حقوقشون، بهشون بدید. بعد اعتراض میکنن بهشون میگید اختشاش امنیت ملی نمیچی، با چی کار کنن دیگه؟ بهتون بگم بدین بهمون افزایش بدید، نمیدید. اعتراض کنن اینجوری، پس چی کار کنن دیگه؟ لاغل بذار این چند نفر تو کشور ما بمونن مهاجرت نکنن، بذار تشکی باشه که ما رو بدوزه، یه سوزن یه سرم به اون بزنه. حتی واسه سال جدید لیگ برتر فوتبال استقلال پرسپولیس بی ورزشگاه شدن، ورزشگاه آزادی که بهشون گفت ما میخوایم تعمیرش کنیم، برید یه جا جدید بازی کنید واسه خودتون پیدا کنید. رفتن تختی رو بگیرن، تختی هم بهشون گفتن به خاطر شرایط امنیتی نمیشه، برید یه جای جدید. حالا جای جدید کجا پیدا کنند؟ کجا بازی کنند اینا؟ امسال کلی هوادار دارن، کجا بازی کنند؟ لاغر بهشون بگی بدونن کجا بازی کنند. عربستان میخواد 6 تا ورزشگاه جدید بسازه با چند صد هزار میلیارد تومان جز ورزشگاه قدیمشون که اونم خوشگلن. بعد اینجا ما میخوایم یه آزادی تعمیر کنیم، دو تا صندلی بچسبونیم، دو تا مستراح بذارش کنیم. نمیتونیم الان چندین سال نمیتونید دو تا صندلی بچسبونید بهش، دو تا مستراح بذارشون بهش، دو تا نرده بذارید. فقط ادعا، فقط یعنی از ادعا تو دنیا ما اولیم. یعنی اگه جام بود به ما بازم خوبه، یکی رو دست ما زد تو خرید میک تو ترکیه. بله و دیگه این مقام اول مال ما نیست، مال شهروندان نگران ایرانی که نگران از این که سرمایهشون تو کشورشون نصف بشه، میرن اونجا میخرن. مال روسیه است. بله مال شهروندان نگران روسیه است. آه شاید اومدن واسه تفریح بخرن. نه نه نه، اگه واسه تفریح بود همون موقع میخرن چند سال پیش. واسه چی بعد جنگ خریدن؟ بله اونام نگرانند. و ترکیه شده مرکز و پاتوق شهروندان نگران کشورهای همسایه. یعنی هر کی نگران میره اونجا ملک میخره، پولش میخواد تورم بشه، برم ترکی بخرم، داره جای میشه، برم ترکی بخرم. یعنی شده پاتوق نگرانان. بعضی اخبار واقعا تلخن و طبق آخرین آمار گفتن از هر 8 خانم یه نفرشون سرطان پستان میگیرن متاسفانه. و دلایل اصلیش هم میگن اضافه وزن، کمکاری تئوری، نمیدونم چیه، عدم حاملگی، بله ازدواج نکردنه، حاملگی بعد از 30 سالگیه، اینا خیلی بده. الان چیکار کنم بنده خدا؟ واسن یا موزن شرط ازدواج نه، باید چیکار کنم اصلا؟ جوری حامل بشم سازه متاسفم. احتیاط کنید، چکاپ کنید. بالا 30 سالی یه بار، بالا 40 سالی دو بار خواهشن چکاپ کنید، آزمایش بگیرید که سلامتون داشته باشید. دیگه تنها داریه ما این سلامتی، خواهشن رسیدگی کنید، پشت گوش نندازید، سهل انگاری نکنید خواهشن. به عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفتند
شیر خوش تو داروخونه ها کمه، کمبود شیر خوش هست. چی کار میخواید بکنید؟ چه جوری میخواید جبران کنید؟ کی میخواید وارد کنید؟ و اونم گفت نه، شیر خوش ما کمبود نداریم، تو انبارها هست، ولی تولید کننده ها بیرون نمیدن و اونم به خاطر قیمتشه. هنوز سر قیمت توافق نکردند واسه افزایشش. بله، گفتم باید اینقدر افزایش بده، واسه ما نمیصرفه. و به خاطر همین این شیر خوش به جایی که الان باید تو شیشه شیر باشه تو دهن بچه مک بزنه، تو انبار هست. گفتن تو انبار جاش خوبه، سرمایه مون ولو ما که نمیتونیم عجیب بخوریم. الان منتظریم که این افزایش داده بشه، گرچه این تولید کننده و این تولید کننده بدن بیرون و بچه ها به شیرشون برسن. حتی ما بهش نشدیم، حالا هم که شدیم بهشت هکرها. بله، یه مؤسسه گفته به دلیل وجود فیلترینگ تو کشور ما اینجا بهشت هکر هست، یعنی هر هکری دوست داره تو کشور ما باشه و هک کنه. بقیه کشورها شدن بهشت سرمایه گذاری، بهشت نمیچی، بهشت چیزهای خوب. باید ما هکران، آقا ما اگه بهشت رو نخواهیم باید کیو ببینیم؟ ما نمیخواهیم بهشت، لاغت توی چیز بذار جهنم باشیم. اون نمیشه دیگه، ای بهشت رو دیگه نمیشه پس داد، بهشت پیشکش رو نمیشه پس داد دیگه، هستیم. آه بس چیکار کنیم که بشیم جهنم؟ فیلترینگ رو برداریم. نه همون محسود گفته بعد میدارم معلومی باید کی میخواد رابطهش با زوجش خوب بشه، تقویت بشه، اگه خوب بهتر بشه، اگه بهتر عالی بشه، اگه ضعیف خوب بشه، ترمیم بشه. آتو میخواد چیکار باید بکنی؟ قشنگ بیاوا روزی 6 ثانیه ببوسش، واقعا 6 ثانیه باشه بشه 7 ثانیه هم شد بهتر. من 7 ثانیه ببوسید، 7 عدد مقدسی. آره که دیگه آره کارم محکم کنه، اب نمیگم 7 ثانیه ببوسینش. آها شما اصلا مشکل مالی دارید، کارتون از بوسه گذشته. قشنگ بوسه که چی، او کارم تقویت نمی کنه چیزتونو، مشکلات مالی زیاده در اقتصادی. حالا بوسه ابتدا کنیم، اصلا بوستون نمی آن، این مال خارجی هاست، مال شما اثر نمی کنه بوسه هاتون دیگه. اصلا بوس دیگه چیکار دیگه؟ این محققین دارن دستون لذت های ما میذارند و میخوان کوفتمون کنند. طبق آخرین تحقیقی که کردن گفتن نشستن زیاد باعث کاهش طول عمرتون میشه، یعنی زودتر میمیرید، و اگه زیاد هم بشینید زوال عقل میگیرید، آلزایمر میگیرید. خب به شما خواهیم بشینید؟ اصلا از کجا اینو تحقیق کردی فهمیدید؟ به جان خودم شما چون زیاد کار میگوی همه سر پایید، اینو به ما میگید که از نشستنمون لذت نبریم. بله حسودید، و الا نشستن چه ایرادی داره به خودم؟ میگه هر چند دقیقه با بلنشیم، بلنشی که چیکار کنیم؟ اشکار ندرسم، به جا 80 بذار 60 اوم کنیم، ولی خودمون خسته نکنیم. ولی 80 نمیخوایم، بذار آلزایمر بگیم بهتره. ایچی